رئیسی اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغل احمدجان رحمزاد برای قسم حربی 3501 قشنهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با مبلغ 20000 سومانه از حساب اتفاق نویسندگان در ولایت کتاب تقدیم خواهد کرد. این خبر را وی در وخری با سربازان و افسران این قسم نظامی ابراز کرد. در چهارشنبه معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، معاون رئیس کمیته کار با زنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شاعران و نویسندگان شرکت داشتند. سراغوز احمدزاده دلنوزه داورو معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقصد از تشریف آوردن را به این قسم نظامی در آگاه گشتن از شرایط زیست و زندگی سربازان ارزیابی نمود. احمدزاده دلنوزه داورو ضمن صحبت با سربازان از صلح و ثبات استقلالیت و چگونه به دست آمدن اون حرف زده، تاکید داشت که با شرافت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون امروز سرزمین و ملت تاجیک با یک دولت صاحب استقلال دموکراتی و پیشرفته مبادل گردیده است. در مرحله های بی‌نهایت حساس رهبر دولت اساساً به جوانان تکیه کردند و ملاقات نخستینی که با نمایندگان جوانان کشور انجام دادند با یک افتخارمندی تام و اعتمادی کامل از جوانان دعوت به عمل آوردند که برای ورود نمودن شهروندان از ورطه جنگ تحمیلی شهروندی، از عامل های نابودی و ناداری و ناچاری و از همه وزنینترینش مایوسی و ناامیدی ملت، امروز جوانان باید دست به دست هم دهند، حلال مهنت کنند، از یک گریبان سر برارند و برای نگهداشت این مرز و بوم مقدس صادقانه خدمت نمایند. زرینه عبدالمعینزاده معاون رئیس کمیته کار با زنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سخن کرد و گفت که در این دوره آرومی هر سرباز با سوگند خود صدیق مانده شکرانه وطن مادر نماید، چون که شرایطی که برای سربازان مهیا گردیده است به طلبات زمان موافق است و همه شرایط برای خدمت فراهم بوده، جوانان را میباید که صادقانه و صافدلانه به وطن خدمت نمایند. برای هر یک فرد، برای هر یک انسان، مادر بسیارم عزیز است، مادر بسیارم گرامی است و در برابر قدر کردن مادر ما وظیفه دار هستیم که وطن خود را باید احترام کنیم، ارج گذاریم و قدر و قیمت آن نعمت هایی که امروز برای ما اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت مهیا کرده است رسیده توانیم. در ملاقات مذکور رئیس شورای علمای دینی ولایت سوخت حاجی حسین موسازاده، رئیس اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت احمدجان رحمزاد و شاعر خلقی تاجیکستان استاد آذرخش نیز از استقلالیت دولتی و آسایشتگی کشور که از صلح درک میدهد حرف زدند. جوانی زمستان را گرم میکند، محبت زمستان را گرم میکند. من باور دارم هر یکی شما عاشق هستید، عاشق این مرز و بوم، عاشق وطن، عاشق مادر و عاشق پدر و عاشق جانانتان که در خانهتان انتظار است یا که آینده همخانه شما خواهد شد. مهیا گردیدن شرایط خوب خدمتی از هر یک افسر و سرباز صادق وطن تقاضا می نماید که خدمت را بهر آبادی و تنجی و امانی کشور صدقاً به جا آورد. وظیفه‌ای که در نزد آنها گذاشته می شود با سر بلند، با شرفانه و سرشار از حس بلند وطن دوستی اجرا کند، زیرا حفظ وطن، تامین ثبات و آرامی، حمایه مرز و بوم وظیفه مقدس هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان می باشد. و ما سربازان در یکجایگی وعده می دهیم برای حفظ این وطن، این یک پرچگی زمین و تامین امنیت کشور کمر همت بستم. همه گونه اون وظیفه هایی که بزیمه ما گذاشتن مردانوار و سربلندانه اجرا می نمیم. از جانب بطلیون سیوم پترول پیرادوری قسم حربی 3501 مشقوی برطرف کنی اموی دویره کردید. گذشته قدم زنی تنتنوی افسران و سربازان قسم نظامی 3501 به چهارشنبه حسنی انجام بخشید. گزارش سید مختار سیدانور، نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.